دوست مشترک ما، نویسنده چارلز دیکنز، ترجمه عبدالحسین شریفیان، گوینده منیژه نظمی. قسمت 102. اوجن به مورتایمر نگاه کرد ولی چیزی نگفت. مورتایمر گفت: سر تا سر تابستان تو چیزی را از من پنهان می کردی. قرار بود به تعطیلات قایقرانی برویم، اما به من گفتی ممکن است حوصله من سر برود و مزاحم زندگی هم باشیم. به خاطر همین هم از رفتن به تعطیلات صرف نظر کردی. اما چیزی نگذشت که فهمیدم کاسه زیر نیم کاسه است. اوجن پس از چند لحظه مکث و درنگ جواب داد: مورتایمر، من به تو قول شرف می دهم که من چیزی نمی دانم. چرا نمی دانی اوجن؟ تو نقشه ای در سر داری. من گمان نمی کنم داشته باشم. واقعا نمی توانم بگویم. بعضی وقتها فکر می کردم نقشه هایی دارم، بعضی وقتها هم فکر می کردم ندارم. واقعا و صادقانه می گویم هیچ نقشه ای ندارم. با این سخن، ضمن اینکه از روی تخت خواب برمی خواست، دستی بر شانه دوستش زد و گفت: تو دوستت را همین جور که هست باید قبول کنی. مورتایمر عزیز، تو می دانی که من چه جور آدمی هستم. من معمایم. شاید نتوانی به من بگویی چیستم. جواب من این است: نه، به جان خودم نمیتوانم. اوجن گفت: پسر خوب، بیا اثر دخانیات را امتحان کنیم. اگر سبب شود که من جواب این سوال را پیدا کنم، با دست و دلبازی تمام اظهار خواهم کرد. به اتاق دیگری رفتند و پنجره را باز کردند. پس از آنکه سیگار را روشن کردند، به نور ماه نگریستند. در این لحظه صدای در زدن به گوش رسید. مورتایمر گفت: امشب من کشیکم. تو همانجا که هستی باش. کمی که گذشت، اوجن مورتایمر را دید که به درون اتاق آمد و چارلی هگزم جوان و آموزگار کزویی هم همراهش بودند. هر دو روبروی او ایستاده بودند، لذا هر دو را با یک نگاه شناخت. ریبورن خندان به لایتوود نگاه کرد و پرسید: این دیدار نابهنگام برای چیست؟ پسرک وارد صحبت شد: من حرفهایی دارم که میخواهم به شما بگویم. اوجن که نظرش را از پسرک برداشته بود، به برادلی هدستون نگاه کرد. وی با یک کاهلی خاصی از مورتایمر پرسید: پس این یکی دیگر کیست؟ برادلی گفت: من آموزگار اویم. من دوست چارلز هگزم هستم. من آموزگار اویم. اوجن در جواب گفت: آقای عزیز، بهتر بود به شاگردانتان آداب معاشرت یاد می دادید و نگاهی ظالمانه به آموزگار نمود. آموزگار هم به وی نگاه ظالمانه و غیر عادلانه ای انداخت، نگاهی آکنده از حسادت، خشم و نفرت. کاملا آشکار بود که این دو هیچ کدام به پسرک نگاه نمی کردند. بین آنها اسراری وجود داشت که سبب شده بود روبروی یکدیگر قرار بگیرند. پسرک به اوجن گفت: من می خواهم یک کلمه با شما حرف بزنم که در کتاب نشانی ها آدرس دفتر کارتان را پیدا کرده و به اینجا آمدیم. اوجن که خاکستر سیگارش را فوت می کرد اظهار کرد: آقا معلم، خودتان را به درد سر انداختید. امیدوارم به پاداشتان برسید. پسرک ادامه داد: خوشحالم که در حضور آقای لایتوود صحبت می کنم، چون توسط ایشان با خواهر من آشنا شدید و همینطور توسط آقای لایتوود بود که ایشان را دوباره دیدید. چون شبی که پدرم پیدا شده بود، شما با آقای لایتوود بودید و روز پیش هم شما را پیش خواهرم دیدم. شما اغلب خواهرم را می دیدید و من می خواهم بدانم چرا. اوجن در نقش یک مشاور بی خیال گفت: آقا معلم، این کار تا این حد مهم بود؟ برادلی که احساساتش به جوش آمده بود جواب داد: من نمی دانم آقای ریبورن، شما چرا به من می گویید؟ پسرک گفت:
من و آقای هدستون برای تحصیل و باسواد کردن خواهرم برنامه هایی داشتیم، البته زیر نظر خاص آقای هدستون که شایستگیش را نیز داشت. اما حالا فهمیدیم که خواهرم به توصیه شما و در غیاب ما درس می‌خواند و به او درس می‌دهند. خب، کسی پول این تدریس را می‌دهد؟ ما طبیعتاً فکر کردیم چه کسی پولش را می‌دهد و حالا می‌فهمیم که دوست شما همین آقای اوجین ریبورن می‌دهند. حالا می‌خواهم از ایشان بپرسم به چه حقی بدون رضایت خاطر من دست به این کار می‌زنند. منی که تلاش می‌کنم با اراده خودم و با کمک آقای هدستون خودم را در این اجتماع ترقی دهم و نباید بگذارم آینده‌ام و حرمتم به دست خواهرم لکه‌دار شود، حالا به آقای اوجن ریبور می‌گویم که رابطه‌شان را با خواهرم قطع کنند. سکوت حکم فرما شد. آقای معلم ناآرام به نظر می‌رسید. اوجن گفت: آقا معلم، ممکن است تقاضا کنم که شما شاگردتان را بیرون ببرید؟ پسرک برافروخته شده بود، چون متوجه شد کسی به او توجه نمی کند. وی افزود: و اما شما آقای لایت‌وود، شما مجبورید به این حرفها توجه نشان بدهید، زیرا این شما بودید که دوستتان را اولین بار با خواهرم آشنا کردید. خب آقای هدستون، حالا می توانیم برویم. او گفت: هگزم، برو پایین و یک دقیقه مرا تنها بگذار. پسرک که اخم و تخم کرده بود و نمی توانست سخن بگوید، با عصبانیت از اتاق بیرون رفت. بردلی به اوجن گفت: شما مرا از این گلولایی که زیر پایتان است با ارزشتر نمی دانید. اوجن جواب داد: مطمئن باشید که من به شما فکر نمی کنم. بردلی گفت: حقیقت ندارد، خودتان بهتر می دانید. هدستون گفت: من به شما می گویم که حق نداشتید به خواهر چارلی هگزم ضرر برسانید. اوجن گفت: شما هم معلم خواهر و هم معلم برادرید، یا شاید خیال دارید باشید. هدستون گفت: منظورتان چیست؟ اوجن پاسخ داد: جاه طلبی. شما کاملا جاه طلب هستید. از من بعید است منظور دیگری داشته باشم. این خواهر با تمام آن موجوداتی که پیرامونش را گرفتند جوری فرق دارد که جاه طلبی خیلی طبیعی به نظر می رسد. آقای ریبورن، شما گمنامیم را به رخم می کشید؟ اوجن در جوابش گفت: چطوری می توانم تو را به خاطر چیزی که نه می شناسم و نه اطلاعی از آن دارم سرزنش کنم؟ یا اینکه چطور می توانم وقتی سنگی ندارم آن را پرتاب کنم؟ مسئله مهمی است که نبوغ آقا معلم باید آن را حل کند. تمام شد؟ نه آقا، اگر شما تصور کرده اید که پسرک. اوجن مؤدبانه گفت: واقعا چه کسی از انتظار کشیدن خسته می شود؟ هدستون گفت: من به شما اخطار می کنم که دست از سر خواهر چارلی بردارید. دست و قلب من وقف چارلی و خواهرش است. من حمایتشان می کنم. اوجن گفت و درست بر حسب اتفاق در هم باز است. بفرمایید. آن مرد از در بیرون رفت. اوجن ضمن اینکه سیگار دیگری روشن می کرد گفت: دوست عزیز، من می ترسم که این میهمانان ناخوانده درد سری به وجود بیاورند. اوجن، تو با این دختر رابطه داری و این چیزهایی که مردم میگویند حقیقت دارد یا نه؟ اوجن اعتراف کرد که هر دو مورد حقیقت است. فصل 24. قراری که بین آقای بافین و کارمند اهل ادبش سیلاس ویگ گذاشته شده بود، همزمان با دگرگون شدن رسوم زندگی آقای بافین دگرگون شد. آنگونه که امپراتوری روم نیز معمولاً صبحگاهان در آن خانه فوق‌العاده اعیانی بیشتر رو به زوال می‌نهاد تا شبها و روزهای گذشته، یعنی در آلاچیق بافین.
اما بعضی وقتها وقتی که آقای بافین از مراسم خنده‌آور روز اندکی فراغت می‌یافت، بعد از تاریک شدن هوا سری به آلاچیق می‌زد تا به انتظار لطیف پرانی‌های ویگ درباره ثروت اندک اربابان سست عنصر و فاسدی که همینک پای بر لب گورند بنشیند. اگر ویگ حقوق پرداخت شده بابت کارش را کافی نمی دانست یا برای انجام دادن وظیفه‌اش به نحو شایسته تشویق نمی شد، از این گونه دیدارها به خوبی استقبال می کرد و آنها را موافق طبع می یافت. ولی چون موقعیت آدم لاف و گزافگوی با حقوق خوب را داشت، از آنها متنفر بود. این یک امر کاملا قانونی است، زیرا یک نوکر بی صلاحیت هر کس که او را استخدام کرده باشد همیشه با صاحب کارش مخالف است، حتی آنهایی که رئیس به دنیا آمدند. حتی آدمهای نجیب و به حق محترمی که در جاهای والا سبک مغزترین بوده اند. همین حقایق حاکم بر روابط ارباب و نوکر یا کارمند دولتی در مورد تمامی اربابان و نوکران خصوصی دنیا صدق می کند. سرانجام وقتی آقای سیلاس ویگ اجازه ورود به خانه من را یافت، به همان خانه‌ای که سالیان دراز بیرون از آن مسکن گزیده بود و هنگامی که وی سرانجام خانه را با آن تصورات واهی و خودساخته‌ای که از واقعیات خانه داشت کاملا مغایر یافت، به منظور ادای حق و تلافی مافات، خود را با یک تلاش مالی خولیاگونه در اندیشه بر گذشته سوگاور خود درگیر ساخت. انگار که وی و خانه سالیان دراز بود که در فراغ یک دیگر زیسته بودند. سیلاس که سر را اندوه بار تکان می داد و در اندیشه فرو می رفت، به حامی خود می گفت: بله قربان، اینجا زمانی خانه من بود. بله قربان، اینجا خانه است که آدم‌های بزرگی را در آن می‌دیدم. آدم‌هایی مثل میس الیزابت، آقای جورج، عمه جین و عمو پارکر، که البته تمامی این نام‌ها ساخته ذهن و تصورات خودش بودند که می‌آمدند و می‌رفتند. و حالا ببین که چه بر سر روزگارش آمده. و آنچنان می‌زارید که آقای بافین مهربان واقعاً دلش به حال وی می‌سوخت. و واقعا میپنداشت که با خریدن این خانه زخم درمان ناپذیری بر وجود و روح این مرد وارد آورده است. با 2 یا 3 مصاحبه دیپلماتیک که حاصل هوشمندی فوق‌العاده آقای ویگ نقاب بی‌مبالاتی نسبت به رویدادهای گوناگونی بود که او را به سوی کلرکنول سوق داده بود، امکان یافته بود که معامله‌اش با آقای ونوس را تمام کند. سیلاس وقتی معامله تمام شد گفت: اگر شب شنبه آینده را در آلاچیق به دیدنم آمدی و یک لیوان شراب گرم و کهنه جامائیکایی به مذاقت خوش آمد، من دریغ نمی کنم. آقای ونوس جواب داد: قربان، شما که متوجهید من همنشین زیاد خوبی نیستم، ولی مسئله نیست، می آیم. به این ترتیب شب شنبه فرا رسیده و آقای ونوس هم آمده است و در سرای آلاچیق را می کوبد. آقای ویگ در را می گشاید. نوعی چوب دستی کاغذی قهوه‌ای رنگ را زیر بغل آقای ونوس می بیند و با لحنی خشک می گوید: عجب، من خیال می کردم ممکن است با درشکه بیایید. ونوس جواب می دهد: نه آقای ویگ، من که از بسته های پستی مهمتر نیستم. ویگ با ناخشنودی میگوید مهمتر از بسته پستی نه، اما آشکارا قرولند نمی کند. بعضی از بسته های پستی از شما مهمترند. آقای ونوس که آن را مؤدبانه تقدیم می کند میگوید: این چیزی است که خریده بودید و خوشحالم که آن را به سر جایش برمیگردانم که زمانی از آن در رفته بود. ویگ میگوید: ممنونم. پس حالا که معامله تمام شده، میتوانم دوستانه به شما بگویم که حالا به تردید افتادم که اگر من با یک وکیل مشورت میکردم، آیا شما این را از من دریغ میداشتید یا نه؟ این موضوع را از نظر حقوقی مطرح میکنم.
شما اینجور فکر میکنید آقای ویگ؟ من طبق یک قرارداد صریح شما را خریدم. ویگ که سرش را تکان میدهد میگوید در این کشور خریدن گوشت و خون انسانی قدغن است قربان. گوشت و خون آدم زنده اصلاً. ونوس میپرسد از نظر حقوقی؟ از نظر حقوقی. آقای ونوس که برف روخته و صدایش را اندکی بلندتر کرده است میگوید آقای ویگ، من صلاحیت ندارم در این مقوله بحث کنم، اما در یک نکته در صلاحیت خودم میبینم و در واقع حق بود که من. اجازه میدهید سخنم را تمام کنم؟ آقای ویگ خونسرد جواب میدهد اگر من هم جای شما بودم ادامه میدادم. پیش از آن که پول بسته را بدهید آن را به شما دادم. من نمیخواهم ادعا کنم که از چند و چون حقوقی این امر اطلاع دارم، ولی از واقعیت امر کاملا مطمئنم. چون آقای ونوس آدم زودرنجی است، بی تردید به خاطر شکستی که در عشق خورده است، و چون آقای ویگ هم صلاح نمیبیند ایشان را زیادی عصبانی کند، بنابراین آقای ویگ با ملایمت میگوید من آن را مثل دعوای کوچک مطرح میکنم از نظر تقریبا احساسی. ونوس جواب می دهد آقای ویگ، پس من هم ترجیح می دهم که دفعه دیگر آن را از نظر احساسات مطرح کنید، چون که من از این دعوای کوچک شما هیچ خوشم نمی آید.